بکشیم. هر هستنده ای که اندک شعوری داشته باشد میپذیرد که آزادم بشی روشنگر و انتقاد انتقاد جرم نیست، بلکه خدمت به بشر است. اما کسی بر دوشان و امام مرسن ها برا بابت مبارزه با جهل خرافات فعالیت های حقوق بشری کمک به کودکان کار و حمایت از کارگران و زندانیان سیاسی امیرتی ابتدا محبوب اعدام و سپس فهمود به دو سال حبس کردند. سه سال و شش ماه حبس و شکنجه های روحی و جسمی را تحمل کردند. مطابق همین قوانین تاریخ مثبت گذشته جمهوری اسلامی باید از تاریخ 27/6/1396 آزاد می شدم. اما نه تنها آزادم نکردم، بلکه خانوادم را مورد آزار قرار دادم. آنها را مجبور کردم از من جدا شدن. مادرم را دستگیر کردم و خودم را به شکنجهگاه تهران بزرگ تبعید کردم. وقتی یک زندانی سیاسی محکومیت و حبس خود را سپری می کند و آزاد نمی کند، می گویند آن زندانی می کشیم ملی‌کشی می‌کند. در دهه 60 بسیاری از زندانیان سیاسی ملی‌کشی کردند و حتی پس از آنکه محکومیت آنها سپری شد آنان را اعدام کردند. اکنون پنجمین ماه از ملی‌کشی هم را سپری می‌کند. طی این پنج ماه انواع شکنجه‌های روحی و جسمی را تحمل کردم. به جو امنی که صاحب عنوان و سرسری ربنگار جهان شدم، اختلاف کردم و خلافبرداران را مأمور کردم تا مرا مورد ضرب و شتم قرار دهند. در نتیجه تبعید شدم و در آنجا نیز با ناگهان به گیرگاه هم زرده زد و پس از اینکه به زمین افتادم با لگد به کلیم و به سختی توانستم فرار کنم و زندانیان نجاتم دادند. در همون قرنطینه که سینا قنبری را به سمت رساندند و گفتند خودکشی کرده است. زندانیان کلاهبردار و اصلاح طلب نماها همواره برای آنکه از ملاقات شهری اعزام به مخفی و بیمارستان بهرهمند شوند علیه ما براندازها که مخالف حکومت تئوکرات ها بوده این گزارش های دروغ نوشتند. وقتی متوجه شدم بنابر گزارش های دروغ خائنان به ویژه سیره ای آقای فریزون که به لطف عوام ارمان فریبی برسد صفحه انقلاب بافی از یاران گلرخ ایلایی و آتنا دائمی را به رسد تحبیل کردم و در اعتراض اعلام به اعتصاب غذا کردم. اما به جای این که به اعتراضم رسیدگی شود پای صحبتم بنشینم، به ترس وحشیانه مرا نیز به زندان تهران بزرگ تبعید کردم و در بعد ورود 15 سربار و پاسدار با گلوله آب و باتون به من حمله کردند. در اثر اعتصاب غذا به کمای اعتصاب رفتم، اما حتی ترسیدن من را به بیمارستان اعلام کنند و به اجبار در درمانگاه به من سرون دادند و به شرایط بسیار سختی را تجربه کردند. اما کماکان به اعتصاب ادامه میدهند، زیرا ما مرتکب هیچ جرمی نشدیم که زنی بیرحمانه مورد مجازات قرار بگیریم. آری آنارشیست میمیرد تا ظلم را